سلام دوستان گلم، میخوام براتون نون شیرمال تبریزی درست کنم، یه نون شیک و مجلسی. ۲۵۰ میلی لیتر شیر سرد دارم که نصفشو میریزم داخل ظرف. یه قاشق مرباخوری مایه خمیر رو اضافه میکنم به شیر. 50 گرم شکر رو اضافه میکنم به شیر. 200 گرم ماست رو اضافه میکنم.3 عدد تخم مرغ دارم که 2 عدد زردش رو جدا کردم واسه روی این نون. تخم مرغی که من استفاده میکنم داخل این خمیر خیلی کوچیکه، به این اندازه هستش. دو عدد زرده رو جدا کردم واسه روی نون. 50 گرم روغن زیتون، 500 گرم آرد سفید رو علک کردم. یه قاشق مرباخوری نمک رو بهش اضافه میکنم. این پودر هل و زردچوبه هستش که با هم دیگه مخلوطش کردم. یه قاشق مرباخوری زردچوبه هستش، یه قاشق چایخوری پودر هل. خب از 250 میلی لیتر شیری که داشتم 150 میلی لیترشو داخل این خمیر اضافه کردم، 100 لیترش باقی موند. این خمیر دیگه نیازی به ورز دادن نداره، در همین حد کافی هستش. یه پلاستیک روش میکشم میذارم داخل یخچال تا فردا ساعت 3 بعد از ظهر، و الان هم 12 شب هستش، پس تا فردا 3 بعد از ظهر. خب دوستان، اینم خمیری که دیشب ساعت 12 شب انجام دادم و گذاشتم یخچال. الان 1 ساعت میشه که از یخچال آوردمش در دمای آشپزخونه گذاشتم و الان ببینید قشنگ ور اومده. الان 10 گرم کره دارم، با کره خمیر رو جمعش میکنم و یه مقدار آرد بهش میزنم. هر چقدر آردی که من دوباره اضافه کنم به خمیرم بهتون میگم. یعنی اگه من دیشب خمیر رو کامل انجام میدادم میذاشتم داخل یخچال، الان خمیر من سفت میشد، دیگه باز نمیشد. به همین دلیل خمیر رو خیلی شل انجام دادم، یه خمیر خیلی شلی درست کردم و ادامهش دیگه الان میشه. الان بهتون بگم که آردی که من دیشب خمیر کردم 500 گرم بودش، الان 200 گرم دوباره بهش اضافه کردم. در کل
یعنی آرد این خمیر الان 700 گرم هستش در کل. ببینید خمیر دیگه جمع شد. خمیر رو رومیز ورز میدم. خب سه تا شد. خب یه مقدار ورزش میدم که نونم پوک بشه. اینو یه چند دقیقه میذارم که استراحت کنه، 10 دقیقه که راحت تر باز بشه. ببینید در این حد که باز کردید دیگه کافی هستش. آماده است که فرم روش رو انجام بدم. اول دوباره 10 دقیقه استراحت بهش میدم، بعد فرم روش رو انجام میدم. اینم بعد از 10 دقیقه استراحت و من با این فرم روش رو انجام میدم. شما با قاشق، چنگال و با هر چیزی که دوست دارید میتونید این کار رو باهاش بکنید. یه مقدار کنجد میزنم روش و دوباره فرم میدم که کنجد روش بخوابه. دو عدد زرد تخم مرغ که داشتیم با یه قاشق شیر مخلوطش میکنم. خب دوستانی گلم، فرو من 5 دقیقه قبل به 250 درجه سانتیگراد گرمش کردم. نون شیرمالو میبرم میذارم طبقه وسط فر. مدت پختش 15 دقیقه هستش. بعد از اینکه نونتون رو از فر آوردید بیرون، یه پارچه تمیز روش بندازید، بذارید یه مقداری خنک میشه تو اون 10 دقیقه. بعد از اون تزیینات روی نونتون رو انجام بدید. یکی دو قاشق آب سرد رو ریختم داخل این کاسه و یه قاشق پر عسل رو داخلش میریزم و خوب مخلوطش میکنم. میمالم روی نونایی که از فر درش آوردم، گذاشتم کاملا خنک خنک شده، بعد اینو میمالم روش. الان این نون شیرمال من کاملا خنک خنک شده ولی خیلی نرم هستش. عسلی که درست کردم با یه مقدار آب سرد، اینو میمالم رو نون شیرمال. یه مقدار پودر نارگیل دارم و یه مقدارم پسته. تزیین روشو با این دوتا انجام میدم. بعد از اینکه پسته رو زدید دوباره یه مقدار خیلی کم عسل بزنید که پسته ها از روش نریزه. دوستان نازنینم، نونها آماده شدن. امیدوارم که خوشتون بیاد، چون درست بکنید و از خوردنش لذت ببرید. بهتون پیشنهاد میکنم حتما واسه خودتون درست کنید. لایک و سابسکرایب یادتون نره. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.